سوره مؤمنون جزء 18 بسم الله الرحمن الرحیم به راستی مؤمنان رستگار شدند همان کسانی که در نمازشان خاش هستند و کسانی که از لغو روی گردانند و کسانی که زکات را انجام میدهند و آنها که شرمگاهشان را حفظ می کنند. جز بر همسرانشان یا بر کنیزانشان پس بیگمان اینان ملامت نمی شوند. پس کسی که فراتر از این بخواهد آنانند که تجاوز گرند. و کسانی که امانتهایشان و عهد خود را رعایت می کنند و کسانی که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند آری اینانند که وارزند کسانی که فردوس را ارث میبرند و جاودانه در آن خواهند ماند و به راستی انسان را از چکیده ای از گل آفریدیم سپس او را از نطفه ای در قرارگاهی استوار قرار دادیم سپس نطفه را به صورت علقه گرداندیم آنگاه علقه را به صورت مزغ درآوردیم. آنگاه مزغ را به صورت استخانهایی گردانیدیم پس بر استخانها گوشت پوشاندیم. سپس آن را آفرینشی دیگر بخشیدیم پس بزرگوار است خدایی که بهترین آفرینندگان است سپس مسلما شما بعد از این خواهید مرد آنگاه یقینا شما روز قیامت برانگیخته میشوید و به راستی بر فرازتان هفت آسمان آفریدیم و ما هرگز از آفرینش خود قافل نبوده ایم. و از آسمان آبی به اندازهای معین نازل کردیم پس آن را در زمین جای دادیم و بیگمان ما بر از بین بردن آن کاملا قادر هستیم پس به وسیله آن باغهایی از درختان خرما و انگور برای شما پدید آوردیم شما را در آن باغها میبه های بسیار است و از آن میخورید و نیز درختی را که از تور سینا بیرون می آید که از آن روغن و نانخورش خورش برای خورندگان فراهم می شود و بیگمان برای شما در چهار پایان عبرتی است از آنچه در درونشان است شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع فراوان است و از گوشت آنها می خورید. و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم پس او به آنها گفت ای قوم من الله را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست آیا پرهیز نمی کنید؟ پس اشراف قومش آن کسانی که کافر بودند گفتند این مرد جز بشری همچون شما نیست که میخواهد بر شما برتری جوید اگر خدا میخواست همانا فرشتگانی را نازل می کرد ما هرگز چون این چیزی را در میان نیاکان خود نشنیده ایم او مرد دیوان ای بیش نیست پس تا مدتی در باری او صبر کنید نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن پس به او وحی کردیم که به دیدگان ما و به وحی ما کشتی بساز پس هنگامی که فرمان ما فرا رسد و آب از تنور بجوشد آنگاه از هر نوع حیوان یک جفت نر و ماده در کشتی سوار کن و نیز خانواده خود را سوار کن جز کسی از آنان را که وعده هلاک از پیش بر او مقرر شده است و درباره کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند هنگامی که تو و همراهانت بر کشتی سوار شدید بگو ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات داد و نیز بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگانی بیگمان در این ماجرا نشانه است و ما به راستی آزمایش میکنیم. سپس قوم دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم پس از خودشان پیام بری در میان آنان فرستادیم که خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست آیا پرهیز نمی کنید و گروهی از اشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را تکذیب می کردند و در زندگی دنیا به آنها نعمت و آسایش داده بودیم گفتند این مرد بشری همچون شماست از آنچه که شما میخورید میخورد و از آنچه که شما می نوشید می نوشد و اگر از بشری همچون خود اطاعت کردید یقینا شما زیانکار خواهید شد آیا او به شما وعده می دهد که همانا شما چون مردید و خاک و استخانهایی پوسیده شدید بار دیگر از گور بیرون آورده می شوید؟ هیهات هیهات آنچه به شما وعده داده می شود جز زندگی دنیاوی ما چیزی نیست می میریم و زنده می شویم و هرگز برانگیخته نخواهیم شد او جز مردی نیست که بر خدا دروغ بسته است و ما به او ایمان نمی آوریم پیامبرشان گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب آنها یاری کن خداوند فرمود به زودی پشیمان خواهند شد پس سیه آنها را به حق فرو گرفت آنگاه آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم پس قوم ستمکار از رحمت خدا دور و نابود باد سپس اقوام دیگری را بعد از آنها پدید آوردیم هیچ امتی نه از عجل خود پیشی میگیرد و نه تأخیر میکند سپس پیامبران خود را پیاپی فرستادیم هرگاه پیامبری برای هدایت امتی می آمد او را تکذیب می کردند پس ما نیز آنان را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و مایه عبرت آیندگان قرار دادیم پس نابود باد قومی که ایمان نمی آورند سپس موسا و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل آشکار فرستادیم به سوی فرعون و اشراف قوم او ولی آنان تکبر کردند و مردمی گردنکش بودند و گفتند آیا به دو انسان مانند خود ایمان بیاوریم در حالی که قومشان بردگان ما هستند پس آنان آن دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند و به راستی به موسا کتاب تورات دادیم باشد که آنان هدایت شوند و پسر مریم و مادرش را نشانه ای از قدرت الله قرار دادیم و آنان را در مکانی بلند و هموار که دارای امنیت و آب جاری بود جای دادیم ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید بی تردید من به آن انجام می دهید آگاهم و بی گمان این امت شما امتی واحد است و من پروردگار شما هستم پس از من پروا کنید اما آنان در میان خود در کار دینشان فرق فرقه و پراکنده شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارد خوشنود است پس ای پیامبر آنان را تا مدتی در جهل و غفلتشان رها کن آیا گمان می کنند که مال و فرزندانی که به آنان می دهیم برای این است که شتابان نیکی ها را به ایشان برسانیم؟ نه هرگز چنین نیست بلکه آنان حقیقت را در نمیابند بیگمان کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند و کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند و کسانی که به پروردگارشان شرک نمیآورند و کسانی که در راه خدا آنچه را باید بدهند میدهند و با این حال دلهایشان بیمناک است که بیگمان آنان به سوی پروردگارشان باز می گردند. آری اینانند که در نیکی ها شتاب می کنند و در انجام آن از دیگران پیشی می گیرند. ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و به آنها هیچ ستمی نمی شود بلکه دلهای آنها از این کتاب در قفلت است و آنها جز این اعمال زشت دیگری نیز دارند که پیوسته آن را انجام می دهند. تا زمانی که متنعمان آنها را به عذاب گرفتار کنیم در این هنگام آنها ناله و فریاد سر می دهند. به آنها گفته می شود امروز فریاد نکنید یقینا شما از سوی ما یاری نخواهید شد به راستی آیات من پیوسته بر شما خوانده می شد پس شما از حق اعراض می کردید و به عقب باز می گشتید در حالی که در برابر آن تکبر می کردید و در مجالس شبانی خود به بدگویی می پرداختید آیا آنها در این گفتار نیندیشیدند یا اینکه چیزی برای آنان آمده که برای نیاکان نخستینشان نیامده است یا اینکه پیامبرشان را نشناختهاند پس او را انکار می کنند یا می گویند او جنون دارد چون این نیست بلکه او حق را برای آنها آورده است و بیشترشان از حق کراهت دارند و اگر حق از هوسهای آنها پیروی کند آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه شوند بلکه ما برای آنها پند و اندرزشان آورده ایم پس آنها از پندشان روی گردانند یا اینکه تو از آنها مزدی طلب می کنی. پس پاداش پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است و یقینا تو آنها را به راه راست دعوت می کنی و بیگمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند از این راه راست منحرف هستند و اگر به آنها رحم کنیم و بلا و رنجی را که بدان گرفتارند از آنها برطرف سازیم در تغیان خود لجاجت و پافشاری می کنند و سرگردان میمانند و به راستی ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم تا بیدار شوند پس برای پروردگارشان فروتنی ننمودند و به درگاهش تزرع و زاری نکردند تا زمانی که دری از عذاب سخت به روی آنها گشودیم آنگاه آنها در آن به کلی نامید گردند و او کسی است که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد چه اندک سپاس میگذارید و او کسی است که شما را در زمین آفرید و پراکنده نمود و به سوی او گرد آورده میشوید و او کسی است که زنده می کند و می میراند و رفت و آمد شب و روز از آن اوست آیا نمی اندیشید این نکردند بلکه آنها نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوانهای پوسیده شدیم آیا دوباره برانگیخته می شویم؟ به راستی این وعده به ما و نیاکان ما از قبل داده شده این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست ای پیامبر بگو اگر میدانید زمین و هر که در آن است از آن کیست به زودی خواهند گفت همه از آن خداست بگو آیا پند نمیگیرید؟ بگو چه کسی پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است خواهند گفت همه از آن الله است بگو آیا از خدا نمی ترسید؟ بگو اگر میدانید چه کسی فرمان روایی همه موجودات در دست دارد و او پناه می دهد و کسی در برابر او پناه داده نمی شود خواهند گفت از آن خداست بگو پس چگونه جادو می شوید چون این نیست بلکه حق را برای آنها آوردیم و بیگمان آنان دروغگو هستند خداوند هرگز فرزندی بر است و هیچ معبود دیگری با او نیست اگر چنین بود آنگاه هر معبودی آنچه را که آفریده بود می برد و مسلما بعضی بر بعضی دیگر بر تری می جستند خداوند منزه و پاک است از آنچه آنها توصیف می کنند دانای نهان و آشکار است پس برتر است از آنچه شریک او می سازند ای پیام بر بگو پروردگارا اگر آنچه را که به آنها وعده داده می شود به من نشان دهی پروردگارا پس مرا در زمره قوم ستمگران قرار مده و یقینا ما تواناییم که آنچه را به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم بدی را به روشی که آن بهتر است دفع کن ما به آنچه توصیف می کنند داناتریم و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیطان به تو پناه می برم و پروردگارا از اینکه آنان نزد من حاضر شوند به تو پناه میبرم کافران پیوسته به راه و روش خود ادامه میدهند تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسد گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان باشد که در آنچه در دنیا ترک و کوتاهی کرده ام کار شایسته ای انجام دهم هرگز چنین نیست بیگمان این سخنی است که او به زبان میگوید و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند پس هنگامی که در سور دمیده شود در آن روز هیچ گونه پیوند خیشاوندی در میان آنها نخواهد بود و از حال یک دیگر نپرسند و کسانی که ترازوی اعمالشان سنگین شود پس آنانند که رستگار هستند و کسانی که ترازوی اعمالشان سبک باشد پس آنها کسانی هستند که وجود خود را از دست داده و به خود زیان رسانده اند و در جهنم جاودانه خواهند ماند آتش چهره هایشان را می سوزاند و آنها در آن طور شروع هستند به آنها گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شود؟ پس شما آنها را تکذیب می کردید در پاسخ گویند پروردگارا بدبختی ما بر ما چیره شد و ما قومی گمراه بودیم پروردگارا ما را از این جهنم بیرون کن پس اگر به کفر و نافرمانی بازگردیم قطعا ستمکار خواهیم بود خداوند میفرماید در آن گم شوید و با من سخن مگویید بی گمان گروهی از بندگانم میگفتند پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش و بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی پس شما آنها را به مسخره می گرفتید تا یاد مرا فراموشتان کردند و شما به آنها می خندیدید همانا من امروز آنها را به خاطر صبری که کرده اند پاداش دادم قطعا آنها کامیاب هستند خداوند می فرماید شمار چند سال در زمین درنگ کردید گویند یک روز یا قسمتی از یک روز درنگ کرده ایم پس از حساب گران بپرس میفرماید آری اگر میدانستید شما جز مقدار اندکی در دنیا درنگ نکردید آیا گمان کردید که ما شما را بیهود آفریده ایم؟ و همانا شما به سوی ما باز گردانده نمی شوید؟ پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمان روای حق است هیچ معبودی به حق جز او نیست پروردگار عرش کریم است و هر کس که با خداوند معبود دیگری را بخواند مسلما هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت جز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود یقینا کافران رستگار نمیشوند و ای پیام بر بگو پروردگارا به ببخش و رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی سوره نور جزء بسم الله الرحمن الرحیم این سوره است که آن را نازل کرده ایم و احکام آن واجب نموده ایم و در آن آیات روشنی نازل کرده ایم شاید شما پند گیرید هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید نباید در اجرای احکام دین خدا نسبت به آن دو رعفت داشته باشید و باید گروهی از مؤمنان بر مجازاتشان حاضر باشند مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این امر بر مؤمنان حرام شده است و کسانی که زنان پاگ دامن را به زنا متهم می کنند سپس چهار شاهد نمی آورند پس آنها را هشتاد تازیان بزنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و اینانند که فاسقند مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح و جبران نمودند پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است و کسانی که همسران خود را به زنا متهم می کنند و جز خودشان گواهانی ندارند پس هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا سوگند یاد کنند که او از راست گویان است و پنجمین بار چنین گوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گویان باشد و از آن کیفر را دور می کند به آنکه چهار بار خدا را شاهد بگیرد و سوگند یاد کند که او از دروغ گویان است و بار پنجم بگوید که خشم خداوند بر او باد اگر شوهرش از راست گویان باشد و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند توب به پذیر حکیم است گرفتار عقوبت الهی می شدید مسلما کسانی که تهمت بزرگ در باری ام المؤمنین آیش آوردند گروهی از خود شما هستند گمان نکنید که این ماجرا برای شما بد است بلکه آن برای شما خیر است برای هر کدام از آنها سهمی از گناه است که مرتکب شده است و کسی از آنان که بخش بزرگی از آن تهمت را به عهده داشته است برای او عذاب عظیمی است چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمتی بزرگ و آشکار است چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند پس چون گواهان را نیاوردند آنان در نزد خدا دروغ گویانند و اگر فضل خدا و رحمت او در دنیا و آخرت نبود قطعا در آنچه به آن پرداختید عذاب بزرگی به شما می رسید زمانی که آن شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید و با خود سخنی می گفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می پنداشتید در حالی که آن نزد خدا بسیار بزرگ است چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که آن سخن را بر زبان آوریم خداوند و تو منزهی این بهتان بزرگی است خداوند شما را اندرز می دهد که اگر مؤمن هستید هرگز به چنین کاری باز نگردید و خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است بیگمان کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مؤمنان شایع شود عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خداوند رعوف و مهربان است عقوبت سختی شما را در بر می گرفت ای کسانی که ایمان آوردید از گام های شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گام های شیطان پیروی کند پس بیگمان او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود هرگز کسی از شما پاک نمی شد ولیکن خداوند هر که را بخواهد پاک می کند و خدا شنوای داناست کسانی از میان شما که توانگر و دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند بر آنکه به خیشاوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندهند آنها باید عف کنند و چشم بپوشند آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده مهربان است؟ بیگمان کسانی که زنان پاک دامن بیخبر مؤمن را متهم به زنا می سازند در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب بزرگی برای آنهاست روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می کردند، بر علیه آنها گواهی می دهند. آن روز خداوند جزای واقعی آنها را به تمام میدهد و خواهند دانست که خداوند همان حق آشکار است زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز برای زنان ناپاک هستند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند اینان از آنچه مردم دربارهشان میگویند مبرا و پاک هستند برای آنها آمرزش الهی و روزی ارزشمندی است ای کسانی که ایمان آورده اید وارد خانه هایی جز خانه های خود نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است باشد که پند گیرید پس اگر کسی در آن خانه نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید پس بازگردید که آن برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست و بر شما گناهی نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی دارید و خداوند می آنچه آن را آشکار می سازید و آنچه را پنهان می کنید ای پیامبر به مردان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند این کار برای آنها پاکیزه تر است بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است و به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه از آن که طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مقنعه های خود را بر گریبانهایشان بیفکنند و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان صفیه خدمتکاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که بر شرمگاه زنان آگاهی نیافته اند و زنان نباید هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کرده اند دانسته شود و ای مؤمنان همگی به سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید مردان و زنان مجرد و بی همسر خود را همسر دهید و نیز غلامان و کنیزانتان شایسته و نیکوکار هستند. اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خویش آنها را بینیاز می کند و خداوند گشایش دهنده آگاه است و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج نمی یابند باید پاک دامنی پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بینیاز گرداند و کسانی از بردگانتان که خواستار مکاتبه هستند پس با آنها قرار داد ببندید اگر خیر و صلاح در آنها احساس می کنید و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنها بدهید و کنیزان خود را که می خواهند پاک دامنی کنند برای به دست آوردن متاع ناچیز زندگانی دنیا به زنا وادار نکنید و کسی که آنها را بر این کار مجبور کند پس بیگمان خداوند بعد از اجبار آنها برای آنان آمرزنده مهربان است و به راستی ما بر شما آیاتی روشن نازل کردیم و مثلی از کسانی که پیش از شما گذشتند و اندرزی برای پرهیزگاران الله نور آسمانها ها و زمین است مثل نور او همانند چراغ دانیست که در آن چراغی افروخته باشد که آن چراغ در میان شیشه است آن شیشه گویی ستاره ای درخشان است این چراغ با روغن درخت پربرکت زیتون افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی نزدیک است که روغنش بدون تماس با آتش شعله شود نوری است افزون بر نور و خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند و خداوند برای مردم مثلها ها می زند و خداوند به هر چیزی آگاه است این چراغ پر نور در خانه هایی است که خداوند اجازه داده است که بلند شود و نامش در آنها برده شود و صبح و شام در آنها تسبیح او گویند مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا و بر پاداشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند. آنها از روزی میترسند که در آن دلها و چشمها دگرگون می شود تا خداوند بهتر از آنچه انجام داده اند به آنها پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد و کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابانی که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد تا آنکه به آن نزدیک شود چیزی نمی یابد و خدا را نزد خود یابد که حساب او را کامل بدهد و خداوند زود شمار است یا اعمالشان همچون تاریکی هایی در دریای پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری است و بر فراز آن ابری تاریک است تاریکی هایی است یکی بر فراز دیگری آنگونی که هرگاه دست خود را بیرون آورد ممکن نیست آن را ببیند و کسی را که خدا نوری برای او قرار نداده است پس هیچ نوری برای او نیست آیا ندیدی که همه آنان که در آسمان ها و زمین هستند و پرندگان بال گسترده خدا را تسبیح می گویند. خداوند نماز و تسبیح هر یک از آنها را می داند و خداوند به آنچه انجام می دهند داناست و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت همه به سوی خداست آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی میراند سپس بین آنها پیوند میدهد آنگاه آن را متراکم میکند پس قطره باران را میبینی که از میان آن بیرون میشود و از آسمان از کوههایی که در آنجاست دانه های تگرگ نازل میکند پس آن را به هر کس که بخواهد میرساند و آن را از هر کس که بخواهد باز می دارد. نزدیک است درخشندگی برق آن چشمها را ببرد خداوند شب و روز را دگرگون می سازد بیگمان در این امر برای دیده‌وران وران عبرتی است و خداوند هر جنبند ای را از آب آفرید پس برخی از آنها بر شکم خود راه می روند. و برخی بر دو پا راه می روند. و برخی از آنها بر چهار پا راه می روند خداوند هرچه را بخواهد می آفریند بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست به راستی ما آیات روشنگری نازل کردیم و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند و منافقان می گویند به خدا و به پیام برای او ایمان آوردیم و اطاعت کردیم سپس گروهی از آنها بعد از این ادعا روی گردان می شوند و اینان در حقیقت مؤمن نیستند و هنگامی که به سوی خدا و پیام برش فراخوانده شوند تا در میانشان داوری کند ناگهان گروهی از آنها اعراض می کنند و اگر حق با آنها باشد گردن نهاده با سرعت به سوی او میآیند. آیا در دلهایشان بیماری است یا تردید و شک دارند یا میترسند خدا و پیام بر آنها ستم کنند نه بلکه آنها خودشان ستم گرند سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیام برش خوانده شوند تا میان آنها داوری کند فقط این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینان همان رستگارانند و کسی که خدا و پیام برش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمان او بپرهیزد پس اینانند که کامیاب هستند منافقان با نهایت تأکید و سخت در این هایشان به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان دهی برای جهاد بیرون می روند. ای پیامبر به آنها بگو سوگند یاد نکنید طاعت پسندیده و خالصانه مطلوب است بیگمان خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است ای پیام بر بگو خدا را اطاعت کنید و از پیام بر اطاعت کنید پس اگر سرپیچی کردید بر اوست آنچه که به آن مکلف شده است و بر شماست آنچه که بر شما تکلیف کرده اند و اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر عهده پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که قطعا آنها را در زمین جانشین خواهد کرد همان گونه که کسانی را که پیش از آنها بودند جانشین ساخت و دینشان را که برای آنها پسندیده است برای آنها استوار سازد و یقینا خوف و ترسشان را به آرامش و امنیت مبدل می کند. تنها مرا پرستش می کنند و چیزی را با من شریک نمی سازند. و کسانی که بعد از این کافر شوند اینانند که فاسقند و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و پیام بر خدا را اطاعت کنید تا شما مورد رحمت قرار گیرید گمان مبر کسانی که کافر شدند می توانند ما را در زمین به سطوح آورند جایگاهشان آتش است و چه بد بازگشتگاهی است ای کسانی که ایمان آورده اید باید بردگان شما و کسانی از کودکان شما که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند پیش از نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباسهایتان را بیرون می آورید و بعد از نماز عشاء این سه وقت وقت عورت و خلوت برای شماست بعد از این سه وقت بر شما و بر آنها هیچ گناهی نیست که بدون اجازه وارد شوند آنها بر اطراف و پیرامون شما در رفت و آمدند و بعضی بر بعضی دیگر وارد می شوید این گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است و هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند همانند کسانی که پیش از آنها بودند اجازه میگرفتند. گرفتند این گونه خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خداوند دانای حکیم است و زنان از کار افتاده ایک امید ازدواج ندارند بر آنها گناهی نیست که لباسهای های خود را بگذارند در صورتی که زینت و زیبایی خود را آشکار نکنند و اگر خودداری کنند و خود را بپوشانند برای آنها بهتر است و خداوند شنوای داناست بر نابینا گناهی نیست و بر افراد لنگ گناهی نیست و بر بیمار نیز گناهی نیست و همچنین بر خود شما گناهی نیست در آنکه از خانه های خود یا خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های امه هایتان یا خانه های دایی هایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان چیزی بخورید بر شما گناهی نیست که دست جمعی یا جداگان غذا بخورید پس هنگامی که به خانه ها وارد شدید بر خیشتن سلام کنید که تهیتی مبارک و پاکیز از سوی خداوند است این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می کند باشد که شما خرد ورزید مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیام برش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار همگانی با او باشند به جایی نمی روند تا از او اجازه بگیرند بیگمان کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها کسانی هند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده هند. پس اگر برای بعضی کارهای خود از تو اجازه بخواهند به هر کس از آنها که می خواهی اجازه بده و برایشان از خداوند آمرزش بخواه یقینا خداوند آمرزندی مهربان است صدا زدن پیام بر خدا را در میان خود همچون صدا زدن یکدیگر قرار ندهید یقینا خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی بعد از دیگری فرار می کنند می داند. پس کسانی که با فرمان او مخالفت می کنند باید بترسند از اینکه فتنه ای گریبان آنها را بگیرد یا عذابی دردناک به آنها برسد آگاه باشید بیگمان آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و یقینا او آنچه را که شما بر آن هستید میداند و روزی که به سوی او باز گردانده می شوند آنها را به آنچه انجام داده اند آگاه می سازد و خداوند به هر چیزی داناست سوره فرقان جزء هجده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان پربرکت و بزرگوار است کسی که فرقان را بر بند اش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود برنگزیده است و در فرمان هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفرید پس اندازی هر چیز چنان که می باید معین کرده است و مشرکان به جای او معبودانی برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند و نیز مالک مرگ و حیات و برانگیختن نیستند و کسانی که کافر شدند گفتند این قرآن جز دروغی نیست که خود بافته است و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده به راستی آنها ستم و دروغ بزرگی مرتکب شده اند. و گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که آن را رونویسی کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود ای پیام بر بگو کسی آن را نازل کرده که راز نهان آسمان ها و زمین را می بیگمان او آمرزنده مهربان است و گفتند این پیام بر را چه شده است که غذا می خورد و در بازار ها راه می رود چرا فرشته ای بر او نازل نشده است پس همراه او بیم دهنده باشد یا گنجی از آسمان بر او افکنده شود و یا باقی داشته باشد که از میوه های آن بخورد و ستمگران گفتند شما فقط از مردی سهر شده پیروی می کنید بنگر چگونه برای تو ها زدند پس گمراه شدند آنگونه که نمی توانند راهی را بیابند پربرکت و بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار میدهد، باغهایی که نهرها از زیر درختان آنجاری است و نیز برایت کاغهایی قرار می دهد. اینها همه بهانه است بلکه حقیقت این است که آنها قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزان جهنم فراهم کرده ایم. هنگامی که جهنم آنها را از مکانی دور ببیند از آن خشم و خروشی وحشتناک می شنوند و هنگامی که دست و پا بسته در مکان تنگی از آن انداخته شوند در آنجا مرگ را به فریاد می خانند. به آنها گفته شود امروز یک بار مرگ و نابودی را نخانید و بلکه بسیار و بارها فریادش کنید ای پیام بر بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده شده است؟ بهشتی که پاداش آنها و بازگشتگاهشان است هرچه بخواهند در آنجا برایشان مهیاست جاودانه در آن خواهند ماند این وعده است بر عهده پروردگارت که تحقق آن را از او خواسته و روزی که همه آنها و آنچه را که به جای خدا می پرستیدند گرد آورد پس می آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان راه را گم کردند گویند تو منزهی برای ما شایسته نبود که به جای تو دوستانی برگزینیم ولی کن آنها و پدرانشان را از نعمتها بهرهمند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند و گروهی هلاک شدند خداوند به آنها میفرماید به این معبودان شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند پس اکنون نمی توانید عذاب را برطرف کنید و نه از کسی یاری بجویید و هر کس از شما که ستم کند عذاب بزرگی به او میچشانیم ای پیامبر پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنها هم قضا میخوردند و در بازارها راه میرفتند اما بعضی از شما را وسیله آزمایش بعضی دیگر قرار داده ایم. آیا صبر می کنید و پروردگار تو بیناست؟